حضور پرتعداد هنرمندان و اهالی رسانه در مراسم خاکسپاری آتیلا پسیانی و سخنرانی رامبد جوان و سحر دولتشاهی در مورد آتیلا پسیانی توی این مراسم. با ما توی این ویدیو همراه باشید، تصاویر و فیلمهاش رو میبینیم و راجع به جزئیات و حواشیش صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. متاسفانه هفته گذشته آتیلا پسیانی، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، رو از دست دادیم. آتیلا پسیانی که در روزهای پایانی عمرش در کشور فرانسه و تحت درمان بودش، متاسفانه همونجا از دنیا رفت و حدوداً یک هفته ای طول کشید که پیکر این بازیگر قدیمی رو به داخل کشور برگردونن. روز گذشته آتیلا پسیانی از طریق فرودگاه امام پیکرش رو به ایران آوردن و ستاره پسیانی، دختر این بازیگر، کارهای انتقال پدر از کشور فرانسه رو انجام دادش. قرار بودش که امروز در قطعه هنرمندان خاک سپاری این هنرمند قدیمی انجام بشه و پیکر ایشون طبق برنامه ریزی انجام شده ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 20 مهر ماه با حضور جمعی از دوستان، همکاران و مردم که تماشاگر آثار او بودن آغاز شد. پیکر این هنرمند با ترانه سلام آخر احسان خواجه امیری و پخش آیاتی از قرآن بدرقه شد. با وجود اینکه ساعت شروع مراسم 10 صبح اعلام شده بود، اما از حدود ساعت 9 صبح جمعیتی برای بدرقه این هنرمند در پهنه رودکی گرد هم جمع شده بود. اکبر زنجانپور، داریوش فرهنگ، محمد چرمشیر، حبیب رضایی، اروند دشارای، ماروین وین‌هولک، قطب‌الدین صادقی، علی دهگردی، فرزین محدث، حسین مسافرآستانه، اسخر همت، شهرام گیلابادی از جمله چهره‌هایی بودند که پیش از شروع رسمی مراسم برای بدرقه اون حاضر شده بودند. شهره سلطانی، رضا بابک، منوچهر شاهسواری، آزیتا حاجیان، محمود سالاری، کاظم نظری، آناهیتا همتی، غزل شاکر، محسن امیریوسفی، لاله اسکندری، گوهر خیراندیش، پریناز ایزدیار، طناز طباطبایی، امیر جدیدی، حبیب دهقان نسب، حبیب اسماعیلی، ستاره اسکندری، قاسم جعفری، بوتن شکیبا، حمید پور آذر، شهرام کرمی، رامبد جوان، قاسم زاره، سیروس کهوری نژاد، حسن فتحی، ایرج راد، احمد مسجد جامعی، الهام کردا، پانتا بهرام، رضا فیاضی، سیروس همتی، اسماعیل خلجی، مرضیه برومن، اسماعیل مهرابی، جمشید گرگین، نوید محمدزاده، فرشته حسینی، محسن تنابنده، امیر جدیدی و سحر دولتشاهی از دیگر هنرمندانی بودند که توی این مراسم در ادامه حضور پیدا کردند. صابر ابر هم با تأخیر بیشتری به این مراسم خودش رو رسوند. توی این مراسم افراد مختلفی سخنرانی هایی رو در مورد آتیلا پسیانی و خاطراتی که با اون داشتن انجام دادن که شاخصترین اونها رامبد جوان و سحر دولتشاهی بودن. سحر دولتشاهی توی صحبت‌های تأثیرگذار در مورد آتیلا پسیانی گفت که از سالها قبل اون رو میشناخته و خیلی تأثیر داشته توی ورود اون به بازیگری و کمک‌های زیادی رو توی این حوزه به اون انجام داده. سحر دولتشاهی گفت آتیلا پسیانی اردیبهشت ماه اومد و مهر ماه رفت. وقتی که اومد واقعا بهار شد و وقتی که رفت واقعا پاییز بود. آتیلا اردیبهشت اومد و 14 مهر رفت. آتیلا بهار اومد و پاییز رفت. چه فصلهای مال تو شد آتیلا. هم بهارش بهار واقعی بود، هم پاییزش واقعا پاییز بود. قبل از اینکه تو بری اینقدر پاییز نبود. تو رفتی و یهو بدجوری پاییز شد. آتیلا آدم یه خانواده ای داره که توش به دنیا میاد و یه خانواده دیگه ای که توش دنیا رو جور دیگه ای تجربه میکنه. تو خانواده من بودی آتیلا. من با شما بزرگ شدم. راه رفتن بلد بودم، اما راه های زیادی رو با تو کشف کردم. رامبد جوان هم در اقدامی عجیب و تاثیرگذار با پخش کردن یکی از آخرین وایس های خصوصی آتیلا پسیانی به اون در مورد آتیلا پسیانی صحبت کرد و گفت که مرگ آتیلا پسیانی رو نمیتونه باور کنه و دوستی 20 و چند ساله ای که با آتیلا پسیانی داشته سراسر حس خوب بوده براش. یه چیز میذارم بشنم.
خیلی ممنون از بیان تبریکت. الهی من قربونت برم، تو چرا صدات خسته است؟ اینقدر از خود کار نکش، به خدا دنیا دو روزه، آخر سلام آدم رو بزنن یه رجب جا. من خواهش میکنم که من سعی میکنم زود تموم بکنم، اگه بشه حتما. شنیدم که محمد چرمشتی ممکنه که بیفته به آتولا. نمیدونم از چی و از کجا این رفاقت 23 سالی باید حرف بزنم. رفاتی عزیزمون، ستاره خسرو و آتوسا و آتیلا پسیانی متولد اردیبهشت ماه سال 1336 بود و بیش از 40 سال فعالیت هنری در عرصه بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تئاتر و سینما و تلویزیون داشت. اون فرزند جمیله شیخی هستش و از سنین خیلی کم به همراه مادرش در تئاتر حضور داشت. اون یکی از پرکارترین بازیگران بعد از انقلاب به حساب میاد. در بیش از 40 نمایش تئاتر، 80 فیلم سینمایی و بیش از 70 مجموعه و سریال تلویزیونی حضور داشته. پسیانی یکی از پیشگامان تئاتر تجربی در ایران بودش و سالها بودش که کار تدریس بازیگری را انجام میداد و خیلی از بازیگران شاخصی که امروز در مراسم خاکسپاری اون حضور داشتن از شاگردان قدیمی اون بودن. آتیلای پسیانی در سال 1356 با فاطمه نقوی، بازیگر قدیمی تئاتر، آشنا شد. آشنایی که در نهایت به ازدواج این زوج ختم شد و حاصل این ازدواج دو فرزند، یکی ستاره و دیگری خسرو که هر دو هم بازیگر هستند بودش. ستاره پسیانی هم با اینکه سن و سال خیلی زیادی نداره، مثل پدرش حسابی پرکار هستش و آثار سینمایی، تلویزیونی و تئاتر زیادی توی سالهای اخیر داشته. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به آتیلا پسیانی و آثارش توی بخش کامنت ها بر ما بنویسید. اگه با فیلم و سریالی هم از آتیلا پسیانی و ستاره پسیانی خاطره دارید، اسم اون فیلم رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.